السلام علیکم بیننده عزیز، من محیب الحمیدی یک بار دیگه در خدمت شما. البته ایدتان تبریک باشه، اید قربان، روزه و نماز تبریک باشه. دیگه دید تنها مانده دوست عزیز، ویژه برنامه نماست. من ای بار دیگه خواستم که برنامه را سفر کنیم، بریم طرف اروپا و هم میریم پیام‌های ایدی این سینماگرا در اروپا، از تنویر صاحب، از رولا جان رحیمی، از انجینر صاحب دورانی و دیگه بزرگوارا که در اونجا گرده هم جمع شدن، یک برنامه که بسیار زیبا و علاقه‌منداش در افغانستان تهیه کردن، بر ما روی کردن از طریق برنامه نما که ویژه برنامه نماست، دیگه تقدیم شما میکنیم، بعدا در خدمت شما. سلام، عرض ادب دارم برای تمام بیننده های عزیز رادیو تلویزیون جهانی آینه. امیدوار هستم که از گزند روزگار و خصوصا ویروس کرونا در همان باشین. رولا رحیمی هستم. عید قربان برای تمام مسلمانان جهان و خصوصا کشور عزیزم افغانستان، فامیل محترم و مادر جان عزیزم، عید برشان تبریک میدم. امیدوار هستم که یک عید خوب و خوش بشونه داشته باشین. خب دوستای عزیز، ما امروز در کشور آلمان در شهر اسن هستیم که یک ویژه برنامه ایدی داریم که این ویژه برنامه با کمک و همکاری رهبری رادیو تلویزیون جهانی آینه و خصوصا محیب جان عزیز و نقدیشه و گوینده موفق تلویزیون جا داره که تشکری و سپاسگزاری از پیششان کنیم که این زمینه را برای تمام هنرپیشهایی که در اروپا هستند مساعد ساخته تا باشه از طریق تلویزیون دلها، از طریق تلویزیون جهانی آینه. ایده برای تمام هموطنان خود و خصوصا به فامیلای محترم خود تبریک بگویم. سلام عزیز سر محترم، خوب هستین؟ سر شما خوب؟ عید شما مبارک، خوب هستین؟ خوب هستین؟ هنرمند محبوب ما قاسمی صاحب خوشم آجان، خوش آمدین، زنده باشین، سر شما خوب هست؟ شما خوب هستین؟ خانه خیلی هست؟ یک دسته گل بکنیم برتون آوردیم؟ ما آوردیم کرمانتان، شما عزیز اینجا سر دایم بزرگواری میکنه در هر افتتاحیه یا گل یا تقدیرنامه، بالاخره یک اونت پیشه به یک نوش تقدیر میکنه. بسیار تشکر از گل مقبول تان اینجا سر چیزی نیست، مقصد تانسته باشم که خوشی های خود برای خودت ابراز کنم. سلامت باشین. شما خب امروز در جریان هستین که یک بیجه برنامه ایدی از طریق رادیو تلویزیون آینه اینجا برگزار میکنیم که دوست عزیز همه ما شما هنرپیشه و گوینده بسیار موفق این برنامه را به عهده دارن محیب جان عزیز. میشه که پیام و کلامتون از طریق بله ترامات قلبی خود برای محیب جان، اول برای محیب جان عزیز تقدیم میکنم. من در برنامه شما بودم، البته مصاحبه داشتیم،
یادتان اگه باشه. تشکر دوستای عزیز، هموطنان گرامی و دوستایی که فامیلایی که از ما در شهر کابل هستن، عید سعید قربان و از صمیم قلب بر تک تک شما عزیزان تبریک و تهنیت میگویم. امیدوار هستم که روزهای خوش عید داشته باشین و خوشی های زیاد را برای تمام هموطنان عزیز خود از بارگاه عزت متعال تمنا دارم. برای از اینکه همه غم و شادی ما شما همیشه است، ما شما داریم و روزای عیده که همیشه ما شما تجلیل میکنیم، با لبخند تجلیل میکنیم، با خوشی ها تجلیل میکنیم. امیدوار هستم که باز هم عیده خوش به خوشی تجلیل کنین. تشکر از تلویزیون آینه که وقت دادن ما را هم که چند لحظه پیام خدا و تبریکی خدا به سمع دوستای عزیز و هموطنان گرامی در هر کنج و کناری که هستن و تمام سینماگرای عزیز ما که در کابل هستن یا در خارج از کابل هستن تقدیم میکنم. امیدوار هستم با همه فامیل های عزیزتان جور و صحت و با عافیت و دلباس خوش زندگی داشته باشین. دوستای عزیز همینجا همراهی من هم آمدن که قاسمی صاحب هستن. قاسمی صاحب شما میفهمین که یکی از هنرمندان مشهور عزیز ما هستن، رباب نواز، خواننده، ضرب نواز. میتونن خودشان معرفی کنن برای شما؟ ما هم به نوبه خود سلام عرض ادب خدمت همه شما دوستان عزیز. امید که عید قربان به همه شما تبریک میگم از طریق تلویزیون آینه به تمام هموطنانم و فامیل خود تبریک عرض میکنم. امیده که یک عید خوب خوش داشته باشیم. همچنین مصطفی جان یکی از چهره هایی است که تازه در فیلم سریال نصیب و تقدیر با ما نقش دارن، خدا معرفی میکنن. تشکر بسیار زیاد از شما و از جناب رحیمی عزیز که ما را دعوت کردن. ما واقعا امروز خوشحال هستیم که در بین سینماگرای خود هستیم و این یک تجربه جدید است که انشاءالله ما از این بیشتر میاموزیم و بیشتر با هم لذت میبریم. و همچنین تشکر از تلویزیون جهانی آینه که همچون برنامه را بر ما اختصاص دادن که بتوانیم در اختیار وطن داره خود باشیم و یک خدمت کرده بتوانیم. تشکر بسیار زیاد و این هم همچنان بر همگی بخشت باشم. از همین قلب تبریک میگم، انشاءالله یک عید خوب و خوش داشته باشیم. علی جان یکی از چهره های سابق سینمای ما هستند که پسر کاکایم است، البته سابق در سینما بود، حالا یک چند وقت دور بوده. علی جان درانی، همچنان سلام احترامات از طرف علی درانی بر تمام هموطنان عزیز محترم گرامی هم. امید که ایده خوش در بعضا شما شنه، همچنان از طریق تلویزیون آینه بر شما و بر بندگان هم ایده خوب برتومه، همچنان بر فامیل محترم هم. قربانتان سلامت باشین، سر خوش آمدین، سا خوشحال شدیم از دیدن شما. انجینیر صاحب اما دوستای عزیز ما تشکر ایمی صاحب، محفل بسیار خوبی است. ما میبینیم که دوستا همه که تشریف آوردن، انشاءالله ما اگه بتانیم که مجرایی بر شما بتیم، انشاءالله قیزانم هم رای مزوری جانم خوش آمدین، زنده باشین. کریم جان تنویر کارگردان، اونر پیشه و دوست برادر عزیز ما هین شیشتن، میریم اول پیش تنویر صاحب عزیز. سلام، بغل کشی کنیم یا دست بتیم؟ دست بتیم به خاطر وقت کرونا. سلام ایام شریف جناب استاد دکتر مبارک داخل آجا و غازی ها. تشکر و بسیار خوشحال هستم که از راه دور آمدین در کنار اونر پیشه و در خدمت مردم. قربانتان میشه که از طریق میکروفون و از طریق تلویزیون جهانی آینه دیده برای مردم و علاقمندان تبریک بگید. یک سلام خاص خدمت مارشال صاحب، دوستم، دوست عزیز نازنینم. البته دوستی دیرینه ما بیشتر از 40 سال میگذره. ما از زمانی که جنرال صاحب دوستم لومبلای بریدمن بودن با ایشان دوست بودم و همکاری های فرهنگی شونه واقعا همیشه و یک چند مدت کوتاه در دفترشان هم کار کردیم که البته جنرال صاحب دوستم مرا گفت که خط بسیار زیبا داری، اگر شبکه در دفتر ما هم کار کنیم. اگر با کمال تاسف که خودشان مرا نماینده ازبک فیلم مقرر کردن که ما هم این مارشالی رو برشان تبریک میگم و واقعا میدانم که شایسته از این مقام هستن و به نمایندگی از این گروپ سریال بزرگی که ساخته میشه برشان تبریک عرض میکنم و به نمایندگی از جناب و محترم استاد روح‌الله رحیمی و تمام همکاران عزیزی که همیجا هستن
برشان مارشالی رو تبریک میگم. امیدوار هستم که همیشه خوش جور و موفق باشن. البته عید قربان برای مردم عزیز خود، برای مردم هموطن نازنین خود کنید از تلویزیون جهانی آینه را سیل دارن، تبریک میگم. و ثانیاً برای دوست عزیز، دوست بسیار نازنینم، کارگردان بسیار موفق، استاد روح‌الله رحیمی و برنامه گذار ما البته آقای امیدی است، برشان تبریک میگم. و در پلویش به نمایندگی از یک تریسا که در این میز با ما شدن تبریک عرض میکنم بر تمام هموطنان عزیز خود. امیدوار هستم بسیار عید خوش و روزهای بسیار خوب سپری کنین. و فقط یک عرض دارم که سریال را که ساخته میشه که به کارگردانی جناب محترم استاد روح‌الله رحیمی است، این تقدیر و قسمت نام داره. امیدوار هستم که ما را همکاری کنین، البته در مسائل فرهنگی همکار باشین. ما از شما معنویات نمیخواهیم، مادیات نمیخواهیم، فقط صرف همکار فرهنگی میخواهیم. جا داره که ما از محب جان عزیز بیشتر عرض کردم، منتفیشه و گوینده محفق تلویزیون که دائم در خدمت سینما و سینماگرا بود. این پیام همه هنرپیشه هستن که در اروپا هستن، ما به نوبه خود هیده به نمایندگی همگی به فامیل محترم محب جان عزیز تبریک میگم، و خصوصا رادیو کارمندای رادیو تلویزیون آینه. و خوشحال هستم که محب جان در اروپا هم همکار ما هستن. دیگه محب عزیز، خب این فقط هم رکومنده خودتان بود که ما گویندگی را به عهده گرفتم، چون گوینده نیستم دوستای عزیزم، چون محب جان خواهش کردن که برنامه را خودت انانس بده. و دیگه کم ما کرم شما دوستای عزیز تعداد و نتفیش های دیگه مانده که میریم به چهرهشان آشنا شوین. اینجا شیشته. خب خانم محترم که طواف میکنن، دیگه عیدتان مبارک. سلام، تشکر. خوب هستین آقای رحیمی؟ خب مرا گیر کرده. در حال خوردن کباب هستم. عید از طریق تلویزیون آینه به تمام بینندگان عزیز تبریک عرض میکنم، مخصوصا خانواده عزیزم. تبریک میگم و لباسایتان هم تبریک میگم. سلام عرض ادب مجدد خدمت شما رحیمی صاحب عزیز و تمام بینندگان شبکه جهانی آینه. من از صمیم قلب عید قربان را تبریک و تهنیت عرض می کنم به تمام ملت افغانستان، چی در خارج از کشورم و چی در داخل کشور. و کاری بشه که از سریال های ترکی و هندی دست بکشم و این سریال های وطنی گوش کنم، چون ما در اروپا زندگی می کنیم، فرهنگ ما زیر نره زیر سوال. نقش موفق در سریال نقش مرکزی را داره. دو کرکتر عزیز ما کمیج شیشتن میشه که خودشان معرفی کنن خود. عیدتان مبارک. تشکر. سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزان، عید شما مبارک و عید همه دوستان که ما رو میبینن، و به خصوص پدر مادر عزیزان و خانواده آقای تاجیک که همسر ما هستن، از اونا تبریک میگم. امیدوارم که خوب و خوش و خورم باشم. تشکر. سلامت باشی. میشه که یک خاطره تانه بگوی نظری استودیو؟ بهترین خاطره که نمیشه بگوی، یعنی بهترین، واقعا بهترین چیزی که اتفاق افتاد در سریال، یک آقای جوان و خوب و محترم از ما خواستگاری کردن و دیگه زندگی شما قبول کرده؟ زندگی مشترک آغاز کرده. بسیار خوب. ما موفقیت براتان آرزو میکنم. کسی که شما را انتخاب کرده همون هنرمند، همون هنرپیشه جوان مثل خودتان پر استعداد. امیدوار هستم که یک زندگی خوب و خوش داشته باشین در آینده. خوشحال شدم که شما در محفل تشریف آوردید. تشکر از شما. خب دوستای عزیز، میایم اینجا خانم کشاورز عزیز شیشته. بیشتر عرض کردم که نام در سریال کرکتر مرکزی رو به عهده داره که البته در سریال نصیب و تقدیر که دو هنرپیشه موفق امرای عزیزی صاحب نقش مرکزی رو دارن، میشه که خود معرفی کنن. عیدتان مبارک. تشکر. یک سلام ویدیو در خودتان استاد رحیمی عزیز. ما خوشحال هستیم که خودتان در خدمت داریم.
و سلام میکنم به بیننده های عزیز تلویزیون آینه و همچنان به فامیلای محترمان. بله تشکر از خودتان، امیدوارم که یک عید بسیار خوب داشته باشین، دور از مریضی و آفت کرونا باشین و ما خیلی شما را دوست داریم، در حمایت های شما نیازمند هستم. کلکتان از رای دور میبوسم و عاشقتان هستم، عاشق وطن هستم. تشکر از استادی عزیز. خب دوستای عزیز، بانوی دیگه نام خدا، خوش صدا، خوش چهره، خوش اندام، هنرمند، هنرپیشه، عیدتان مبارک داخل آجاو غازی ها. تشکر و همچنین عید واسه شما هم تبریک میگم و امیدوار هستم در کنار ما هست، بسیار خوشحال و شاد هستم و یک سلام به تمام دوستان نازنین میکنم، خصوصا به تلویزیون آینه بینندگانش عید و از صمیم قلب براشون عید قربان تبریک حرف میکنم و امیدوار هستم یه عید شاد و پر سر و شاد داشته باشن. دیگه همین دیگه دنیا جان دلاور، خوش شما هنرمند هم هستیم، میکنم تقریبا 5-6 کلیپ و بازار ارزیاب کردین، میشه که از کلیپ های تو میکنم هر کدامش بسیار مقبول است، هر کدامش بسیار دوستت میای، از امو برای ما یک انتریش زمزمه کنیم. خب آهنگا که من آماده کردم و یه تعداد دیگم جدید آماده کردم، که تقریبا یه آهنگ جدید آماده کردم در چی گرفتم که بسیار شاید مردم ها خوششون بیاد. خب این آهنگم خیلی جالبه، میگه وای بچه چرا عشقی شده. خب من یه تیکه از این آهنگم رو براتون بگم یا آهنگای قبلی را. خب این یکی را یه کچولیش را میگم که برای دوستانم سپرایز باشم، میگم وای بچه چقدر عشقی شده، یک کمک شوخ مزاقی شده، دیگه بقیه سپرایز باشم. بسیار مفقیت برای تارزو میکنم دنیای دلاور شهر جان ناز که اینا هم نقش مرکزی دارن در فیلم کچولوی فیلم هستن. عیدتان مبارک. شما مبارک آقای دایی. بفرمایید. یک سلام برای هموطنان عزیز و عید سعید قربان را برای تکتون تبریک میگم. برای مادر جان تبریک نگفتی؟ تبریک میگم. اونا که در پیشم هستن. برای فامیلتان فکر میکنم فامیلتان در ایراد است. برای فامیلم هم تبریک میگم عید سعید قربان را. خب در سوریال چی نقش داری؟ سهر عزیز. دختر خانواده هستم. کدام دیالوگش بیاد تست؟ آه یادم هست. یک جا بودیم. میشه بگیم؟ خب. یک جا بودیم. پدرم که دوتا مادرم کشته بودن. آدم خان وارد میشنن. چای تو چیزا میخوره و من دیالوگ خودم میگم. میگه برای بچه خود یک چیز میخوره. ما میگم. آه همون بچه خود که میگم کلی 5 منگوش داره. همو زغال نداره. نیمی کلی باره داره. به همو بدم. بسیار جالب. تشکر سارم. خب. خب دوستای عزیز. بچه فیلم استودیا. دیگه عیدتان مبارک داخل آجام غازی ها. نام خدا ورزشکار تقلید جوان پر استعداد. عیدتان مبارک. عید شما مبارک آقای رحیمی، تشکر بسیار زیاد عید شما برای تمام بینندگان تلویزیون آینه تبریک و تهنیه درس میکنم، امیدوارم که همیشه خوب و خرم باشین و همچنان عید برای خانواده محترم خواهم تبریک و تهنیه درس میکنم. تشکر سپاس از شما. خب میریم دیگه، ما تو مایده مایده اینجا میبینیم که دوست عزیز ما زحمت بکشن، خیلی خیلی زحمت کشیدن. اونا پخته شده یا ای که منتظر هستین که چیز تمام است؟ تمام است. فقط همین چند تا کبابایی بود که من باشه که اول. خیلی هم خوب. تو میشه که از یک سیخ شما بتین ببینیم چرا خمه شده؟ میتونم نوک شوشی باشم برای هم. دوستای عزیز دیگه جای شما خواهیم. بابا این دیدم امو عید مبارکی یادم رفت. سلام عید تان مبارک. سلام آقای رحیمی گل، عید شما و عید تمام حضار محترم و تمام دوستانی که ما را از صفحه تلویزیون آینه تماشا میکنم، عید از صمیم قلب همه ای وطن دارای گلم در کجای دنیا هستم تبریک و تهنیه درد میدارم.
دیگه در خدمت اول دیگر ما در حالت آشپزی هم فعلا جا گرمه، موفق باشین نوگی شما. دیگه بانوی خوش چهره و خوش اندام، نام خدا یک لباس های مقبول هم در جان شانه. دیگه هیلتان مبارک. تشکر دی شما مبارک، انشالله که عید خوب و خوشی داشته باشید در کنار فامیلتون و همچین عید قربان برای فامیل محترمم تبریک میگم. انشالله که هر جا از خوب و خوش باشید، ایران هست، افغانستان هست. و یک سلام مخصوص برای هموطنهای عزیزم عرض میکنم و همچین عید قربانه برای تک تک اینا تبریک میگم. انشالله در هر جایی که هست خوب و خوش باشه در کنار فامیلشون. خب شما روز عید است برای بیننده ها چی دارین؟ پکایی، کدوم خواندن، کدوم خاطره میشن که از این سه چیز یک شب برای بیننده ها عزیز بگوین؟ خب نه متاسفانه نه پکایی دارم نه خواندن. البته خواندنی دارم. میشه بخواهیم؟ از این خواندن خیلی خوشم میاد که چشمکای کلان کلان مثل کاسه خلاف هم نه خندیم دیگم. خب دوستای عزیز، این از جای غزنوی ببینین که دوست عزیز ما نو از افغانستان آمدد، خوشحال هستیم در کنار ما هستن و عیدتان مبارک دوست عزیزم. تشکر، عید شما مبارک و این تمام دوستان که ما رو میبینید تبریک میگم، خصوصا بر خانواده ما که در افغانستان است و دوستان یک در افغانستان هستن خوب شد تبریک میگم. تلویزیون آینه یکی از تلویزیون های خوبی است که ما در افغانستان البته مسانده داشتم. خود شخص جناب دوستان صاحب مرمش کارستم و در اون انجینرهای استم که ما اونها در شبرخان دید و بازی داشتیم، انجینر تخصصات شبرخان استم و در اون زمان با مقام دوستان صاحب مرمش کارستم که ما هم با انجینر جلال و انجینر صاحب های دیگه که ما بودیم یک گروه بودیم و دیگران دید و بازی داشتیم. باز هم مرسالی شدم تبریک میگم، امیدوار استم که محفق و زنده و سرمند و سلامت باشن با تمام اعضای حزبشان، حزب جنبش و تمام دوستای عزیزایی که اونا را به اصطلاح پشتیبانه میکنن و خودشان رهبری میکنن. قربانتان، ما را افتخار بخشیدین در این تشریف آوردین از راه بسیار دور. بسیار خوشحال شدم که شما را از نزدیک دیدم. کار کردن آقای نمایندگان تمام دوستایی که اینجا هستن، از عزیزای دل مشتم و گراسن، از مجی اسد دورانی، از دیگر عزیزای دل کنفوج شدن، همه گی شما زحمت میکشن به خاطر سینما، به خاطر مردمتان یک عالم هزار سپاس از همه گی. قربانتان، وقت خوب و خوش داشته باشید. تشکر، باز هم ما را افتخار بخشید.
پاش که بیننده عزیز میشد که من همراه سینماگرها در اون که جایی که وا بودن لباس های نو میپوشیدیم سینماگرها زیاد که تو ما میبود. سلام محب جان. سلام، خوش آمدی به برنامه ویژه دیم ما. خوب هستی؟ یک دقیقه. چی شده محب جان؟ یک دقیقه. سلام. اینا مهمان های ماستن محب جان. بیدار هستیم؟ والا خواب نیستن. آه نه نه، خوش آمدیم به برنامه. خودت هم خوش آمدیم محب جان، خوب هستی؟ سلامت باشین. والا کجا هستم نیستی؟ در برنامه ما هستی، برنامه ویژه دی محب جان. بله هم در برنامه خودم هستم. این برنامه ایدی است دیگه، خودت خوش داری. من حیث میمان باشی کت ما، من حیث گرداننده باشی. من حیث میمان اگه باشم چی یا من حیث گرداننده باشم، هر کدامش که خودت خوش هستی. خلاص ما آزاد هستم دیگه. آه بیخی. خیمان به نوبه خود ایده برای شما تبریک میگم. کلگی خوش آمده دیگه. سلطانی صاحب، مجده جان در این برنامه، من حیث پارتنر ویژه برنامه نما همراه ما همکار هستم. دیگه خاکسار صاحب افتخار بخشیدن یک بار دیگه برنامه ویژه ما را رنگین ساختن. کبرا جان و ما در پالی هنرپیشه و گوینده نویسندم داره عاطفه جان اگر شما بله. نکنم درست است؟ خوش آمدین. خب عزیزای دل سلام استاد. سلام، شما ما را از دریچه تلویزیون آینه تماشا میکنین. امیدوار هستم که جور صحت سلامت باشین و عید سعید از هار از صمیم قلب برتون تبریک و تهنیت عرض میدارم و امیدوار هستم که عید به خوبی و خوشی در کنار فامیل اقارب و دوستانتان سپری کنین و قسمه که میبینین ما مهمانای ویژه داریم و همه تو محب جان عزیز. خودت بگو که عید چطور آغاز کردی و خودت از همکارایی که همیشه در ریاک سنه بودی، شوتنگ داشتی، درست است؟ سوجا را ثبت میکردی؟ این حال سوال پیشش کن، دلت سلطانی صاحب سوال پیش میکنی، دلت خاکسار صاحب روال برنامه را خوب امروز برما باید تو بگی که چی داریم در برنامه؟ والا دیگه امروز ما در برنامه بخشای مختلف داریم محب جان که گیم است و گیم گوشکی است و یکان سوالات بله اونه خیر است و همه تو یکان سوالات است. و محب جان چطور است که ما یک عید مبارکی همراه میمان های عزیز داشته باشیم و اینا هم صحبت های خود داشته باشند در برنامه تا چی میگنشم از صحبت های خیلی زیبا از اینا ما مستفید شویم. حتما بخاطر از امو ما کنار سلطانی صاحب آمدیم که ایده برش تبریک بگویم و از سلطانی صاحب میخواییم که به علاقه مندای ایده تبریک بگویم. سلامت باشین. تشکر. ما هم برنامه خود ایده قربان به تمام دوستان و عزیزان کمیران از برنامه زیبای شما ما را تماشا میکنن تبریک میگم و همچنان برای دختر خانم ها لباس هایشان برش تبریک میگم باش که دلشان چیز نگردن و همچنان هیده براتان تبریک میگم. برای خاکسار صاحب نام خدا چه یک لباس شیک تبریک باشه ایدتان. خدا کنه که قربانی کرده باشی که لباس ها پوشیدین. بازم تبریک میگم برای تمام دوستان که همه اکنون ما را از طریق برنامه زیبای شما تماشا میکنن. قربان شما استاد بزرگوار. دیگه خاکسار صاحب خودت هم خوش آمدی ما یک خدمتت. دیگه میشه که پیام سلام و علاقمندای داشته باشی. اولتر سلام به شما، عید به شما تبریک میگم استاد بزرگوار و میمانان عزیز، همکارای عزیز ما مجده جان. تشکر. کسایی که پشت کامره و تخنیک هستن امیدوار هستم که یک عید خوش داشته باشن و یک سلام خاص خدمت بیننده عزیز که از تلویزیون زیبای جهانی آینه ما رو تماشا میکنن یک عید خوش داشته باشن. دیگه باز همکارا رو وقت میدیم که اینا مبارک کنن. خب دختر خانم های عزیز کبرا جان شما هم یک عید مبارکی داشته باشن. سلام خدمت همه شما، خدمت همکارای شما، همه هموطنان عزیز ما. امیدوارم که جور صحتمند باشین، عید خیلی خوبی داشته باشین. دیگه و دختر خانم خیلی زیبای دیگه کدوم گفتنی داریم بفرمایید. نه ما خود زیاد است. خب بعدا میگیم حالا یک نوبت بدیم به بانو عاطفه جان که خود معرفی کنه. دوستای عزیز نگفته نمونه که بانو عاطفه یکی از نویسنده‌های خیلی خوب ما، جوان ما که تازه در بخش سینما داستان‌های سناریوهای نوشته کرده. انشاءالله شما شاهد فیلم‌های خوب می باشین که به نویسندگی بانو عاطفه هستن. تشکر.
یک سلام خدمت خود مهر جان و خود مجده جان. تشکر از اینکه ما را امروز در این برنامه زیبایتان دعوت کردین و یک تبریکی هم میگم به تمام هموطنان عزیزم که ما را از دریچه آینه تماشا میکنند. خوشحال شدیم. تشکر. یک بار دیگه عیدتان مبارک، لباس های نو مبارک. ای که از ما دیگه مانده دیگه ما باید لباس افغانی میپوشیدم. ما فلش بک رفتم چی میفهم که وقت خواب ما پورا میشه. اگه میفهمیدم یک پنج دلار میخواستم. نگرفتین با عیدتان لباس محب جان؟ خب لباس های عید من در رسم رواج ما شما مثل که سلطانی صاحب پوشیده پیرانتمان می باشه دیگه ما خاکسار صاحب دیگه عین زمان اینجا خب ایشان از سریال آمدن ما هم دیگه برنامه داشتیم گرفتین یا نگرفتین از ایگه بزنیم گرفتیم او را گرفتیم اینا قوار هم میگیریم به دوستا تقدیم میکنیم و از خودت خواهش میکنیم که کدام بخشار ما داریم ولی امروز در برنامه محب جان قسم که خودتان بیننده هستی بخشای مختلف داریم که بخش گیم است و بله اونه خیر است و یکان سوالات است که از میمانای عزیز میپرسیم خب گیم فکر میکنم که موزیک پلی میکنیم که در بین اونر پیشای ما دیالوگ گفته شده درست است دیگه و بله نخیر هم سوال های را پرسان میکنیم که در زندگیشان امی واقعا امی اتفاق غلطیده یا خیر خدمت شما دیگه اول سوال خودت پرسان میکنی یا که من پرسان کنم بفرما خودت محب جان خودت بفرما اول سوال سعی کنیم پیشتان کارتای که هسته هم بله داره هم نخیر مقابل بیننده منتظر است که شما چی میگن قبول میکنین سوال ما را که واقعا همه اتفاق غلطیده یا نه غلطیده همه تو اتفاقات در زندگی کلگی میغلطنه دقیقا جواب من اول ببینم که کی بله میگه باز مازمون سوال میکنم که واقعا همه اتفاق غلطیده نه غلطیده راست داره بگیم در زندگی نه ما شما عموما نه در حالت های سر میخوریم مثلا دجل هستی دیگه باید سر وظیفه بوری یا سر صحنه بوری سر شوت بوری دیگه میخوای تر تازه دمی صحنه که میخوای شامپو در جانت بزنی میبینی که شامپو خلاص شده زیر بوتل هیچ چیزی نیست باز اوتومات او ایلا کردی او را خوب یک چند تکان داری قبشه دوباره سر تازه کردی کدکان اتفاق غلطیده دقیقا ما خوب طبعا یک آدمی که موی میمانه او باید هر صبح موی خود بشه خب ما همینطور یک روز شده بود که در خانه کسی نبود اما رفته بودن و شامپو و گفارم کدام جایی که ماندم من نیافتم دیدم که یک بوتل ماندگی است سوره کسایی کردم داخل از چیز نمانده بود و همی گفت موی بیسوی مکمه ها که او دو انداختم و یک کمی زیاد شده یه او خوره که در بودم کنی که کنی که او زیاد شده مثلا یک چاره مکدم بود باز پاک شد سرتان یا نشد؟ بله آه یک چاره شد خب بسیار خوب زیاد جالب این حالا در برای نخیر دیگه کدام سوال داری خود کدام سوال داری؟ ما والا از ای دو بانوی عزیز از کل ما اینه ما هم هستم بگیم خب خیر نه نه چون بانوی هستن نه یک قوالی تا زیاد خب خیر من از تمام تا این سوال هم میپرسم خب تو کدام وقت تام شده که شما در میلی بس یا بس سوار شده باشین امی تکت از پیش کلینر نگرفته باشین یا هم چی میگنش وقت کلینر از پیش شما کرایه را خواسته باشه شما هم تو چی میگنش یک قسم تیر تان آورده باشین شما او محب جان چی وقت شده خودت بگو خب سلطانی صاحب یک وقتایی اگر یادتون باشه ما در کابل میلی بس داشته بله دقیقا و زمانی که پیش از مکتب می آمدم امروی پدرم در وظیفه بعدا مکتب می رفتم باز میلی بس ها بود باز زمانی که میلی بس ها بود همین که کتاب پیشاندگی کلوله کلوله دیگه ایره می آوردن در کت پاره نکرد می رفت دیگه ما زمانی که کلینر می آمد دهی کنج خودم می گرفتم وقتی که دو طرف می رفت دو کنج خود می کردم این تو وقتا شده که به خاطر همین شوقی که باید یک دوره کلان بزنیم از سینما پامیر تا آخر استادگاه رفتیم از آخر استادگاه پس تا سینما پامیر آمده که باید چکر شود همه اتفاقی که همونتون امروی تو افتیده واقعا اتفاق قسم تکت و امروی ما نفتیدم اون تو کار شده بود که من در میلی بس بالا شده بودم
من جیبای خودم میپردم وقتی که کرایه میخواست میخواستم کرایه بتم جیبای من هیچ چیز نبود که سوار سالا بودش آسای کدم نفر افتم و میجا تا میشم کلینر وقتی که ما تا شدم و یک سر من خارم شد من دیگه از اموجا یادم هیچ نمیره لیسه مریم بود از لیسه مریم من تا تایمنی را سرک اول تایمنی پیاده آمده و هیچ الله حضی آدم نمیره شده کمیتی اگه اتفاق شده بود من تیر خدا آوردیم چون پیسه پیش من نبوده جیبای خدا خوردیم چون بیزه بزاره بود بالاخره که نره گفتم استاد تو خمتا میشم از اموجه که پیاده آمدیم تا خانه را ایجی آدم نمیره یادم سکدن یادم آمد خیلی وقت پیش بود تو دیدن 3 سال پیش سوار میلی بس شدم و کیف بکسک پیسه خود داخل خانه فراموش کرده بودم خب بسیارم ترس خورده بودم بار اولم بود که کنم چطور نکنم خب یک دفعه کلینر صدا کرد در استادگاه آخر میرسیدیم صدا کرد گفت که پیسه هایتان رو بکشیم خواهی دانه دانه آمد دانه دانه آمد من دیدم کفی بکسکم یک روپگی مونده یک روپگی رو گرفتم انداختم روی زمین و وقتی آمد گفتم پیسه من افتاد پایین و این بغل دستی هم گفت صدای ترنگ آمد افتاده پایین از اونجا تا شدیم رفتیم پس آن دختره برام گفت من خود دیدم یک روپه گیر انداختی ولی دیدم بکسک هایتا میپرلیده پیسه خیلی جالب بود ما این است که آقا جان ای بانو کبرا نبود سلام عزیزای دل بازم بعد از وقفه خوش آمدین البته برنامه ما است از طریق تلویزیون آینه شما ما را تماشا میکنین و گیم گوشکی است که محب جان از کی شروع میکنین؟ ببخشید اگر محب جان خراب شد مطمئن شام که آه یک دقیقه موسیقی پلی است؟ محبی سای فکرت باشه که آف نباشه من اینجا بشینم که من نفری هستم لیو کنین موسیقی را؟ از کجا خون میگذارم؟ برو سوالتا برو سلطانه چه خوب هستی؟ مایت نمیفهم که چی میگه کمو بکر اگر بباید؟ سلطانه چه سات تا چند خریدی؟ هیچی مانا مرگی هست که مردم اختار داده دیدم گپای شما میدن نمیشه خدا این چی میگه اینه میگی؟ بگو دیالو کتا سلطنه چه بیدت مباره؟ مگه تو چطور هستی؟ این مایک ماشه تشه این مایک ماشه تشه مگه تو چطور هستی؟ چاش چی آماده کنم؟ خنداغا چی میگه؟ در قربانی چی کشته؟ در کدام نقش بازی میکنی؟ خیلی جالب در قربانی چی کشته؟ تکرار بگو تکرار در قربانی چی کشته؟ در کجا ششتی؟ اینه ژاپن رفتی؟ تکرار بگو ژاپن رفتی؟ کجا میری؟ آه میری صحیح هست اما ژاپن نرفتی؟ کدام دختر خوش داری؟ اگه خواست خدا باشه خب با کلگی شد چکچک کنیم به افتخار شام امره خاکسار سای باله اینه مایی که بگی؟ اجازه تانه؟ اجازه چند فلم داری؟ ندارم چی نداری؟ چیز ری فلم نداری خیلی خیلی دفلومش کار نکردی؟ نه آه توبه ایدی گرفتی؟ ایدی گرفتی؟ ایدی کس با من ندازه شما ببینی موسیقی کلی هست؟ چند ساله شدی؟ اینا از تو آمده خودت خودت چند ساله شدی؟
نه من خوب نیستم. خودت چند ساله شدی؟ خودم؟ آه 35 ساله. بشکشان با خدا هم شفامیدم. از کجا فامیدی گل شده بود؟ گل بود؟ یاد گل کنیم. دختر خانوما؟ خب بته بته دلیل فامیدن ما آخری بود که گفت چند ساله آه دسترتان قسم بارینش آماده هستی طرف مجده سعی کن مجده طرف سعی کن بگو آماده هستی سوال کن مجده جان چادر دست کجا خریدی برش یک چادر دست کجا خریدی آه بابا لباس از کجا گرفتی؟ آفره اینجی شاونان خوردی؟ سرگم؟ شاونان خوردی؟ شاو چی خوردی؟ آفره اینجی چی؟ ساتت چقه مقبول است؟ چی؟ ساتت چقه مقبول است؟ ساتت چقه مقبول است؟ ساعت چنده؟ آها بیبی چند سال است؟ من چند سال هستم؟ خوب است خب صبح نان میخوری؟ قرار کنه؟ صبح نان میخوری؟ شما چی خوردی؟ خوب است خوب است بچه اینال بته بانو آتفه را بنا عاطفه شما باید زود بفهمین چرا که همیشه دیالوگ نشته کردین و شروع کنم محبت مرکتت خانی تا میبری؟ مرکتت خانی تا میبری؟ از کجا اومدیم؟ خوب است دیگه تا حالا چند داستان نوشته کردی؟ نشه دوباره تکرار کنین؟ تا حالا چند داستان نوشته کردی؟ نفهمیدم تا حالا چند داستان نوشته کردی؟ چند سال میشه؟ لباس های دست کدام فروشگاه گرفتی؟ لباس های ما از کجا خریدیم؟ آفره خوب است دیگه والا سوالا خلاص شد ماهر جان خب شاونان خوردیم شاونان خوردیم خوب است یک دقیقه یک دقیقه یک دقیقه بانو عاطفه زیاد جالب بانو عاطفه میخوای قصد بگیری؟ از مجده مجده جان بفرماییم ما؟ بله بسم الله عمو تو سوال پیچک بکو مگم تقلب نکنه تو برد باشم نه دیگه ای میشنوی؟ صدا رو میشنوی؟ چی؟ صدا رو نمیشنوی؟ میخورم؟ نمبر بوتای چند است؟ چی؟ نمبر بوتای چند است؟ نمبر بوت چند است؟ کالای چرنگیز کالای چرنگیز؟ نه ایره کبرا جان میتونی چک کنی تقلب کنم چی؟ چند ساله هستی؟ چند ساله هستم؟ نه چالانم کلشم همه ایفامم نه چالانم صبر 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 موزی که دیگه میمانم گوشای تر چی کن؟ مکتب خلاص کدی؟ چی؟ مکتب خلاص کدی؟ پنجابی کتاست؟ آره تا خود کنید کدام هنرمند خوش داری؟ چی؟ کدام هنرمند خوش داری؟ چی گفتی؟ کدام هنرمند خوش داری از سینماگرا؟ ملکت چکر میبری خانه مادرت؟ بابه چند سال است؟ چی؟ بابه چند سال است؟ بابیم چند سال است؟ مجده جان تو بردی ما باختیم ولی آقای امیدی که سوال کنه آه توی سو بیاین آله باید ما از آقای امیدی سوال کنه
برای یک چند لحظه همکارای عزیز کترب چی توستی؟ سینما میری؟ تا تا چند متر است؟ که اینجا آمده؟ کیلا را خونش داری سیوا؟ کی خودت خواسته؟ خواه را خونش داری یا کینو را؟ نه نه یک سوال ها یک سوال ها دو بار سه بار بگو که ما بفهم و مردانه خب باید نفهمیم اروپا رفتی؟ خوب آدم هستی؟ اروپا رفتی؟ خودت کیستی؟ استاد معروف هم میشناسی؟ باز بگا استاد معروف هم میشناسی؟ خودا که در پره کن میزنی؟ میخوایی بچه فلم شوی؟ برنامه خوب برنامه هست میخوایی بچه فلم شوی؟ ها؟ میخوایی بچه فلم شوی؟ آه میخوایی که بچه فلم شوی؟ بشک محبه اون دگاهش چی بود؟ دگاهش بود دگه دانه دانه نه بشک بر خودت تکرار بکنیم ای آن از دارم گریه که گفته رایی سید بس از دکه خنده رو وقتش از گریه چرا کنیم همکارای تخنیکی خب ما ایره اینجا میمانم مجده جان دگه همکارای تخنیکی بر ما اشاره کرده رایی سید که وقت برنامه کم است دگه قربانی آماده است آشپز در بکگراند کل چیز آماده کرده دگه موبایل در جیب میمون اجازه باشه همکارای تخنیکی هم اشاره کرده رایی که وقت برنامه کم است دیگه همه که وقت مانده که از مهمان های عزیز ما از هر کدامش تشکری کنیم از اینکه افتخار بخشیدن ما را تنها نماندن در برنامه خودشان که مربوط خود شما هسته خودت هم از جمله یکی از هنرپیشه های جوان ما هستی خیلی خوش گذشت از تک تک شما جهان سپاس دیگه میزا جان از خودت شروع میکنیم دیگه از کل هنرپیشه های ما پیام های شنویم میشنویم که در آخر برنامه اگر چیز از پیش ما مانده باشه میتونه به علاقه‌مندا بیننده تقدیم کنم تشکر دوستان عزیز که تا اینجا ما را همراهی کردین و تنها نگذاشتین خب برنامه ما را از طریق تلویزیون آینه با محب جان البته فراموش نکنین همیشه بیننده باشین و باز امید سعید اظهار از صمیم قلب برتان تبریک میگم و یگانه پیام خاص معنی است که در برنامه ما یادآور میشم شما کوشش کنین از صنایع دستی افغانستان استفاده بکنین و ساخت افغانستان از هر چیزی که باشه هر لحاظ شما از ساخت افغانستان استفاده بکنین بهتر است چی لباس باشه و چی هم تو فیلم ها باشه و سریال های افغانی باشه اگر ببینین و حمایت بکنین ان شاء الله که ما در عرصه پیشرفت میکنیم و همونطور گفتم از طریق تلویزیون آینه همه برنامه ما را تماشا بکنین و فراموش نکنین و همونطور یک پیام از اینا محترم ها هم نداشته باشین محب جان بفرمایید از آسفا جان شروع میکنیم که بعد از این چی پلان و کدام سناریو ها کدام فیلم ها برنامه ریزی شده که بشنویم از خودتون تشکر و سر یک داستان دارم کار میکنم داستان فامیلی است که انشالله در این داستان شاید خودم و کبرا جان همراه آقای خاکسار باشیم به زودترین فرصت کارش خلاص میشه و بعد از عید ارائه بازار میشه و دیگه اینکه پیام برای جوانان هست بیشتر میخواستم برای جوانان کشورم بگویم چون که خودم یک دختر مهاجر بودم و شایسته یا شهار سال میشه که از ایران آمدیم میخواستم به جوانان کشورم بگم که در افغانستان بمانید هدفمند باشید و افغانستان را در کنار هم بسازید و یک بار دیگه هم عید قربان را به تمام هموطنان عزیزم تبریک و تهنیت عرض می‌دارم تشکر از اینکه ما رو به برنامه زیبایتان دعوت کردیم جهان سپاس مجده جان امرای بانو کبرا خداحافظی کنیم یا ایدی را گرفتر رایی کنیم نه شما خب برای ما ایدی ندادیم میداشت را باشیم خداحافظی اینا را ما همچنان پیامشانم خب یک بار دیگه هم تشکر از شما تشکر از آقای حمیدی صاحب که ما رو در این برنامه خوب دعوت کردین دیگه امیدوارم که لذت برده باشین و در اخیر بازم به همه هموطنان عزیزم یک پیام دارم که قرنطین و کرونا تمام شد بخیر همگی طرف درسایشون بره که شاگردا خیلی سرگردان است برای درسشون
برای طرف درسایشان دیگه عید خوب و خوش داشته باشین. از این برنامه و سینما و پلانایی که ما زیر سر داریم انشاءالله که با در آینده میبینین و امیدوارم که حمایت کنین دیگه تا آخر ما را. تشکر بازم خیلی زیاد. میشه که آخرین پیام خودت هم داشته باشید؟ همکارای ما پیام های خوبی را گفتن. ما هم یک پیام دارم که فقط صحت خودم متوجه باشن، پرخوری نکنن که ولی گوشت قربانی. خود قربانی هم رنگ رنگ است، یکی خب مختلف است، مال مثلا گوسفند است، گاو است، باز باز چیز است. متوجه صحت خود باشن، خدا کنه که روزایی را بخیر و بخوبی سپری کنن. فقط یکانه پیام همی بود، دیگه پیام ندارم. خب جان سپاس، پیام هایی تا به علاقه مندانی گفتی، یک بار دیگه خوش آمدی. برنامه نما برنامه سینماگراز، بارها شعار مایی است، اگر تکراری هم است به خاطر که افتخار ماست سینمای افغانستان و این برنامه با افتخار گام با گام پیش میره. دیگه هیچ وقت ما در هیچ گوشه و کنار هیچ سینماگر خود تنها نمیمانیم. دوستای عزیز، بیننده عزیز و سلطانی صاحب با فیلمای شما را تنها نمیمانه و این که کدام فیلم را آماده میکنه بعد از عید شما را تنها نمیمانه از زبان خودشان میشنه. تشکر مهم جان عزیز، خداوند تو را خیر بده، همیشه فامیل قدر عزت سینماگرا را داشتی و میکنی. ما واسم برات از پیام ما برات دوستا و همتنان عزیز ما هی است. پیش از اینکه ما پیام خدا بگویم، اول میخوایم که خوشخبری برشان بتون که بعد از عید بخیر از ما چندین فیلم هست بخیر ریلیز میشن. فیلم سایره است که کل دوستان میفهمه، فیلم شک است، فیلم درد رنج بی اولادی است و دیگه فیلم مافیا است بخیر هم قریب ریلیز میشه. دیگه فیلم های دیگه ما داریم که باز اگر نامشه بگینم وقت برنامه زیاد گرفته میشه. وقت جای خوشی است که ما بسیار خودم هم یه ایده مجروید میشه با خاطر از اینکه بعد از این فیلم های ما کلش ریلیز میشه و بخیر در روی صفحه سوشال میدیا و روی پرده سینما میره. وقت جای خوشی است. و پیام آخر ما این است که دوستا همیشه خوش باشین، خندان باشین. وحید وحید سعید عطار یا عید قربان به همراه فامیل خود با خوشی و خنده سپری نمارد. قربان شما جان، سپاس از تک تک شما، بخصوص از مجله جان که همراه ما همگام این برنامه را گردانندگی کردن، مرا یاری رساندن. جان سپاس. لباس های نوتان در تک تک شما که من میبینم جل بل میکنم، تبریک باشه بر کبرا جان و بانو آتفه و یک بانوی زیبا که همراهشان آمده پشت پرده، نگه بر از آن تبریک باشه. خب دوستای عزیز، این بود داشته های ویژه برنامه نما و جهان سپاس از سینماگرای ما که در کشور جرمنی بر ما ویژه برنامه را تهیه کردن، روان کردن و ما برای شما بیننده عزیز تقدیم کردیم. امید است که خوشتان آمده باشه و یک تشکری خاص که همیشه در کنار محب العمیدی یک تیم مشخص، یک کلکتیف مشخص که عبارت از بخش تکنیک است، عبارت از پرودوسر، دایرکتر و برنامه سازای ما که همچون برنامه های زیبا را هماهنگی میکنن و محب العمیدی گردانندگی کرده تقدیم شما میکنن. تا برنامه بعدی که شبهای آینده یا هفته آینده با برنامه نما با یکی از چهره های سینمایی در خدمت شما حاضر میشیم. شما را به خداوند پاک اکرام میسپاریم. شب خوش، عید خوش، همیشه خندان باشید.